باران و سیلاب‌های اخیر در شهر غزنی زیان‌های مالی و جانی بسیار به جا گذاشته است. در این میان معتادان مواد مخدر بیشترین تلفات جانی را داشتند. شماری از معتادان در شهر غزنی می‌گویند که بیشتر از 16 تن از همقطارانشان پس از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ناپدید شدند. دیگه دمی سیلاب‌های اخیر مدت سگون 16 نفر کم سیل نبردند. با شمول ازی که گاو و گساله و چیزارم کندای درختم از بالا ورده بود یکی مردم یا زیر چقدر بالا سیل برده بود معلومات ندارم اون تازمی در یکان 16-18 نفر را کم سیل نبرد. معتادان محل مشخصی برای سپری کردن شب و روز خود ندارن. از این رو معمولا ویرانه ها و زیر پل ها را به مکان بدوباش برای خود انتخاب میکنن. حالا بیشتر این افراد اثری از زنده و مرده بودنشان نیست. معتادین خود زیاد آسیب دید خواه. می بارانای آخر غزنی که شد این زمین ها رو زیاد خراب کرد و مردم ها رو مو برد. معتادین خود شب هم اینجا شب روز هم اینجاست. یک کسایی که خبر داشت فرار کرد کسایی که به خبر بود اون او بردش دیگه ده خیلی دی پاسان او برد. با آنکه چندین تن از معتادان دیگر نیز از ناپدید شدن همقطاران خود سخن میزنند، اما شهرداری غزنی و مسئولان شفاخانه ولایتی این ولایت تنها از جان باختن دو فردی که هویت مشخص نداشتند در پی سیلاب ها خبر میدن. زاد وقت فوتی در بین معتادین و فضل خداوند نظر و سابق بسیار کم شده، چون تعداد معتادین کم شده و در این سیلاب های آخری که ولایت غزنی سرازیر شده بود که بعد از این سیلاب دو جسد با ما انتقال دادن که فوت شده بودن و علت از آن خود اعتیاد بودنشان بود و اولم توسط اقاربشان تسلیم شدن انتقال شده. در مدت یک ماه اخیر و در خصوصا در روزهای سیلابی صرف دو تا به تعداد دو جنازه که مشمول الهویه و الوارث است از طریق ریاست شفاخانه غزنی ذریعه سلام رسما به ریاست شهرولی روان شده که اینا باید موضوع امو تکفین تدفینش صورت بگیره، چون وظیفه شهرولی هم معمولا امو تکفین و تدفین اموات لاوارث و مجهول الهویه است. با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به سیلاب زدگان $322 میلیون نیاز است. این گروه آمار افراد جان باخته در حوادث طبیعی اخیر را 1500 نفر اعلام کرده و گفته که سیلاب ها بیش از 18000 خانواده را بی خانمان ساخته و در مجموع نزدیک به 1 میلیون تن را متاثر ساخته است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، ولایت غزنی.